محکمه پروانه 15 سال پیش هنر عکاسی را با عکاسی مطبوعاتی در ایران آغاز کرد. او که در حال حاضر در کارش تغییر مسیر داده. کار خبری شوریدگی میخواد، یه انرژی زیادی میخواد که من فکر میکنم که مال نسل جوان و ذهن جوانه. البته خیلی ها هستن تو سن بالا بازم کار خبری میکنن، ولی برای خود من از یه جایی به بعد دیگه احساس کردم که نمیتونم هر روز، هر ماه و هر دقیقه به اتفاقات بد و تلخ برم. و میگم، گفتم مثل کار مطبوعاتی مثل بیماری مزمنه، هیچ وقت از تن آدم نمیره بیرون، هیچ وقت نمیتونم فکر کنم که کار مطبوعاتی رو کامل بذارم کنار. ولی این هم که بخوام دوباره برگردم و هر روز زودیرم دستم باشه و بودم دیگه کسیش رو ذهنش نشم، چون فکر میکنم یه جایی آدم میخواد سر کنه که یه کمی نرمتر زندگی رو ببینه، یه کمی سختی‌تر، یه کمی توی یک فضای دیگه به دنیا نگاه کنه، مسیر فکری آدم مشخص میشه و سلاح خودش رو برای مبارزه پیدا میکنه. مکان پروانه که در بیشتر آثارش بر تقابل سنت با مدرنیسم تمرکز میکند، در مجموعهش به نام سفید سعی کرده زنان ایرانی را در مواجه شدن با این چالش تصویر کند. این پروژه مثل سفید که البته پروژه جدیدی نیست، حدود 7-8 سال پیش من این کار انجام دادم. به خاطر کاری که میکردم و تو اجتماع زیاد بودم، متوجه شدم که زنا قابلیت عجیبی دارن برای اینکه تو ایران البته خیلی زودتر جذب زندگی مدرن بشن و ذهنشون آماده تره برای مدرن شدن و مدرن فکر کردن و مدرن زندگی کردن به نسبت مردم. تو سفرهایی که داشتم، تو کارهایی که داشتم، یه چیزی تو ذهنم بود که یه کاری انجام بدم که این حسم و این فکرم رو بتونم تصویریش کنم و در واقع این عکس ها حاصل اون فکره که زمینه سفید، این رنگ سفید که کلا نماد زندگی مدرنه توی این کار و این جذب شدن زنا، حل شدن زنا توی این بک‌گراند، در واقع این تفکر رو برای من داشت که دلم میخواست اینجوری نشون بدم که زنها خیلی سریع جذب میشن و تا اونجایی که ممکنه المانهای سنتی رو کم میکنن از زندگیشون و اگر تک و توک چیزی از سنت توی زندگیشون میمونه، خیلی پررنگ خودشو نشون میده تو زندگی زن ایرانی و این گاهی اوقات خوشگلش میکنه زندگی رو و گاهی اوقات هم اذیت میکنه، ولی به هر صورت وجود داره، خیلی پررنگ و قدرتمند مثل تمام المان‌های سنتی که تو این کارا من گذاشتم. یه جور یه نمایش سنته. خانم پروانه با تجربه ای که از برخورد با زنان در داخل و خارج از کشور داشته، معتقد است زنان ایرانی در داخل کشور در مسیر سنت به مدرنیته با شتاب بیشتری در حرکتند. کلان زنان ما خیلی شجاعند، فرق نمی کنه کجا باشن. من فکر می کنم زنانی که تو ایران زندگی می کنن به نسبت زنان ایرانی که توی اروپا و امریکا زندگی می کنن خیلی جلوترن برای حرکت کردن و به جلو رفتن. تفاوتش تو همینه، این نیست که زنایی که این ور زندگی میکنن حرکت نمیکنن، ولی به نسبت زنایی که تو ایرانن کندتر میرن جلو، ولی میرن جلو. برتر این وجود داره، یعنی من هنوز نشونه های سنت توی مردمی که اینجا زندگی میکنن بیشتر میبینم تا مردمی که تو ایرانن. یعنی ایرانی های یک مقیم خود ایران لازم تفکری زنان مدرن ترن، خیلی مدرن ترن. و البته گذار از سنت به مدرنیسم منحصر به فرهنگ و یا جنسیت خاصی نیست و بسیاری در این مسیر با چالش های مواجهند. بعدش هم یه پروژه دیگه کار کردم به اسم زوخانه که همین نگاه بود در رابطه با مردها. البته این عنوان زورخانه فقط به این دلیل انتخاب شد که زورخانه تنها مکانیه که زنها اجازه ورود ندارن و یه مکان صرفا مردونه است. ولی احتمال داره که من بگم این موضوع کار کنم، ولی یه شکل دیگه ای، یعنی موضوع سنت و مدرنیسم و چالنجی که این دو تا با هم دارن همه جای دنیا هست، تو هر کشوری که برین هست. اینجا چیزای جدیدی دارم کشف میکنم که شاید یه شکل دیگه این کشفمو نشون بدم.